اساساً هزینه‌ای که جمهوری اسلامی در منطقه برای حمایت از گروه‌های نیابتی داره می‌کنه یا حتی برای توسعه برخی کشورها مانند سوریه، مانند لبنان بعد از جنگی که شکل گرفت می‌کنه، شاید در مقابل اون بُعد کلان اقتصاد و تولید ناخالص ملی عدد چشمگیری نباشه و اینکه آیا جمهوری اسلامی توانسته به اهداف خودش دست پیدا کنه، به باور من با هزینه هایی که کرده یک موفقیت نسبی هم داشته، همین که یک امریکا رو در افغانستان، در عراق تونسته مشغول بکنه، حالا بگذاریم از اینکه ایالات متحده مماشات میکنه در سالهای اخیر، اینها رو به کناری بگذاریم، همین که میتونه در اسرائیل گروه تروریستی حماس اون حمله رو شکل بده یا حتی حزب الله. من متوجه نشدم شما به طور مشخص میکنین عملکرد آمریکا در افغانستان متاثر از در واقع دستاوردی برای جمهوری اسلامی قلمداد میشه، اینو نقش ایران میدونین به نوعی؟ نقش ایران نمیدونم، ولی ایران توانسته بود قبل از اینکه طالبان اصلا سر کار بیان در عراق، در افغانستان و در کشورهایی که امریکا، ایالات متحده به طور مشخص پایگاه داره و داره فعالیت میکنه، توانسته بود یک بازدارندگی نسبی ایجاد بکنه، نه اینکه موفق بوده باشه. اما برگردیم به طور مشخص در خصوص افغانستان، البته میدونیم دیگه قبل از اینکه بتونه آمریکا حتی وارد افغانستان بشه، هزینه بسیار زیادی که حالا کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان و تقابل بسیار سنگینی که با طالبان داشت، بازدارندگی مشخصی در افغانستان حداقل نبود. حالا بحث عراق و اینها جدا، درسته؟ من بعد سیاسیش رو زیاد نمیخوام واردش بشم، تخصصی هم درش ندارم، ولی تا اونجایی که من پیگیری میکنم به طور نسبی توانسته بود یک بازدارندگی نسبی، نه مطلق و پیروزی هم شاید حتی حساب نش به حساب نیاد، ولی توانسته بود یک بازدارندگی ایجاد بکنه در کشورهایی که گروه های نیابتی داره یا حمایت مالی داره میکنه از اونها. ولی در بعد داخلیش، ما برگردیم به صحبتهایی که شد، من اجازه میخوام یک بازگشتی هم به سوالهای قبلی بکنم. ببینید، اساساً جمهوری اسلامی هزینه‌ای که داره برای حمایت از گروه‌های نیابتی خودش میکنه، عرض کردم شاید در مقابل درآمدهای نفتی و غیر نفتی ایران، صادرات غیر نفتی و غیر نفتی عدد زیادی نباشه، اما نکته اینه که بخش زیادی از درآمدها و ثروت ملی رو جمهوری اسلامی هزینه بقاء خودش در داخل میکنه، هزینه توسعه ایدئولوژی خودش داره میکنه، هزینه سرکوب داره میکنه. این شبکه‌های قدرتی که شکل گرفته در قالب نهادهای مختلف، از زیر مجموعهای سپاه و بسیج گرفته تا بخش های به اصطلاح خصوصی یا نیمه دولتی که شکل گرفته. اجازه بدید همینجا تا همین صحبت مطرحی فکری هم در همین باره بدم. ما اسایی داشتیم از نهاد قیام تا سرنگونی که به طور مشخص فاش کرد که درخواست شده 313 میلیارد تومان فقط برای در واقع خریدن تجهیزاتی برای سرکوب در دانشگاه هزینه بشه. یا پیشتر آقای علوی هم اشاره کردن به اینکه به طور مشخص 5 میلیارد تومان در حالی که خود شهرداری تهران به طور مشخص از کسری بودجه و کمبود بودجه رنج می‌بره، صرف هزینه همین حجاب‌بان‌ها شده. دقیقاً عرض بنده هم همینه، بخش عمده‌ای از درآمد داره اینجا هزینه میشه. ما از گروه‌های نیابتی اگر عبور کنیم که شاید چند صد میلیون دلار در سال هزینه اینها داره میشه به طور مستقیم، اینها، این گروه‌های نیابتی و حمایت از اینها یک هزینه پنهانی رو برای مردم ایران دارن ایجاد میکنن، اون هم متأثر از تحریم هاست. وقتی ما تحریم هستیم، صادرات نفت ایران کاهش پیدا میکنه. وقتی شما عدد امروز نفت برنت اشاره میکنید، خب به صورت تاریخی نفت ایران 10 دلار حداقل ارزانتر از نفت برنت هست و در کنار این 10 دلار پایین بودن، ما مجبور هستیم به واسطه این تحریم ها 20 تا 30 درصد هم به خریداران در بازار سیاه به خصوص کشورهای چینی تخفیف بدهیم. هزینه های پنهانی که داره تحمیل میشه، بازگشت همین پول به صورت تهاتر است، بازگشت همین پول با واسطه است، واسطه هایی که کمیسیون دریافت میکنن، بازگشت همین پول وقتی به
صورت تهاتر است، به صورت کالای مشخص با کیفیت پایین با قیمت بالا هست. تمام اینها هزینه هایی است که داره تحمیل میشه. از اون طرف عدم و نفعایی که داره به ما تحمیل میشه، همین سالهای اخیر که صادرات نفت ایران به زیر 100 هزار بشکه هم حتی رسید در روز، ما اونجا میتوانستیم روزانه تا 1 میلیون بشکه صادرات داشته باشیم در حالت عادی که نداشتیم. همین عدم و نفعا جمع میشود و اون درآمد اندکی هم که اگر وصول میشود و به خزانه وارد میشود، در چرخه مناسبات داخلی صرف تقویت بنیه های دفاعی و سرکوب مردم میشه. ما توجه بکنیم همین بودجه 2 سال اخیری که ابراهیم رئیسی اومده، در دولت روحانی هم این رو اشاره بکنم وضعیت بهتری نداشتیم. همه دولت ها به باور من چرخ‌دنده های یک سیستم فاسدی هستن که به بقای جمهوری اسلامی کمک میکنن. اما به طور مشخص در دولت آقای رئیسی در سال گذشته و امسال ما شاهد جهش قابل توجه بودجه نظامی ها بودیم، بودجه سپاه بودیم، ارتش بودیم، و در کنار اینها اختیاراتی که برای فروش نفت برداشت از صندوق توسعه ملی به اینها داده شده. تمام اینها داره به ما این پیام رو میده که جمهوری اسلامی اساساً اولویتش بقاء خودش است و تقویت بنیه های دفاعی و دفاعی در مرزهای کشور و سرکوب در داخل کشور هست و رفاه عمومی اجتماعی عمومی و اجتماعی برای چیش اولویتی نداره. یک نمونم اگر بخوام عرضم رو کوتاه بکنم، ببینید بعد از جنگ لبنان جمهوری اسلامی به فاصله کوتاه مناطق جنگ زده رو ساخت، اما امروز بعد از 30 سال از جنگ ایران با عراق خرمشهر رو هنوز نساخته و این نشان میده جمهوری اسلامی میتواند سازندگی بکنه، آبادانی بکنه، اما اولویتش نیست.